بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. با این که من خودم رو لایک میدونم، ولی خودم رو به شما نزدیکتر احساس میکنم تا به بسیاری از ایرانیان لایک خارج از کشور که با دموکراسی هیچ موافقتی ندارن. با درود فراوان به شما، یک بار دیگر مرور میکنیم کنفرانس برلین را که در فروردین ماه سال 1379 یعنی 14 سال پیش در برلین برقرار شد. اگر تصاویر ثبت شده از این کنفرانس را در برنامه پیشین مشاهده کرده باشید، قبول خواهید کرد که یک فرصت تاریخی جهت ارتباط و دیالوگ بین ایرانیان غربت گزیده که همان کوچ کنندگان باشند با هموطنان فعال داخلی کشور از دست رفت. البته نقش مهم وزارت اطلاعات و بیت رهبری آن دوران حکومت تهران هم در رابطه با تخریب این کنفرانس کم نبود. پیشنهاد میکنم اگر علاقمند به دیدن کل این کنفرانس هستید، به آرشیو ایران فردا رجوع کنید و در قسمت برنامه‌های فرهنگی کوچ ایرانیان و آرشیو آن را مشاهده خواهید کرد، یا به irtv.com رجوع کرده و در آرشیو آن به کوچ ایرانیان دسترسی خواهید داشت. به هر حال برگزاری این کنفرانس در شهر برلین یکی از با اهمیت ترین فرصت هایی بود که دیالوگ بین ما و فعالین داخل کشور را امکان پذیر می ساخت. ولی متاسفانه عمال جمهوری اسلامی به همراه چند گروهک ناآرام غربت گزیده مانع این ارتباط شدند. نگاه کنید و ببینید چگونه یکی از فعالین صلحجو و اصلاح طلب معمم که به این کنفرانس آمده بود به دلیل ارائه دیدگاهش پس از مراجعت به ایران مورد خشم رژیم قرار گرفت و به اعدام محکوم شد، در حالی که در این کنفرانس یکی از مواضع تاریخی که همان وقوع تحول در روحانیت امروز ایران پس از انقلاب اسلامی است به معرض نمایش گذاشته می شد و تماشاچی مخرب این واقعه تاریخی را شاهد بود ولی متاسفانه نمی فهمید. نگاه می کرد ولی نمی دید. نمی دید که چه تحولی تاریخی در این کنفرانس عرضه می گردد. همان تحولی که بدون شک ایران آینده را پایه‌گذاری خواهد کرد و ارائه‌گر این تحول در حال وقوع که به اعدام محکوم شد، جهانیان را از این دگرگونی تاریخی در این کنفرانس با خبر می کرد. بنده اصولا حکومت رو از مقوله دین و از مقوله شرع نمی شناسم، بنابراین به حکومت فقهی و به حکومت روحانی و کلن به حکومت فردی یا طبقاتی تحت عنوان اسلام، مارکسیسم، سوسیالیسم، نمیدونم ناسیونالیسم، تحت هر عنوانی بنده شخصا با اون مخالفم. معتقدم که حکومت یک مقوله انسانی است، یک مقوله بشری است و بنابراین حکومت مبنای دموکراتیک دارد، یعنی اینکه حکومت برخواسته از رأی و خاص مردم اولا و ثانیاً قدرت در اعمال قدرت باز هم باید از شیوه دموکراتیک استفاده کند. ولذا اگر حکومتی در آغاز هم منشأ دموکراتیک و مردمی داشته باشد اما بعدها در ادامهش در اعمال قدرت و حاکمیت از شیوه های دموکراتیک استفاده نکند، اون باز حکومت دموکراتیک نیست. من اینجا ایستادم تا هر چی شما میگید به من بگید. باریکالله. آره. به من بگید. باریکالله. حاصل 50 سال کار منو پس بدید. باریکالله.
آفرین، آفرین به شما، آفرین. بنشینیم دیگه، بنشینیم، خواهش میکنم بنشینیم، خواهش کردم بنشینیم. چقدر از این لفظ مرگ بدم میاد، چقدر از لفظ مرگ بدم میاد، دلم از مرگ بیزار است که مرگ اهرمنخو آدمی خوار است. چقدر از مرگ، از مرگ اندیشان و از مرگ سازان متنفرم. در هر قواره‌ای که بودند و هستند و خواهند بود، من به خاطر زندگی پیر شدم، من زندگی را شعله ور کردم، من مردم سرزمینم را به جهان آوردم. اونگاه شما با من از مرگ سخن میگویید. ای مرگ ستیزان، شما باید با مرگ بستیزید، نه آنکه از مرگ بگویید. ما از مرگ بیزاریم، ما زندگی را احیا میکنیم، در کلام، در ادبیات، در سخن، در میان مردم ایران، در میان دانشجویان، در وحدت ملی همه مردم ایران. ایران برای همه مردم ایران، برای شما، برای من، برای اشکوری، برای دشمن ما نه. من مردم تا زندگی را احیا کنم، من پیر شدم تا توانستم زندگی را احیا کنم، من مردم ایران را به اعتبار رسوندم. شما حق ندارید، شما حق ندارید نسبت به ارزش‌های مردم خودتون ناسپاس باشید. اگر ایرانی هستید، اگر اهل جای دیگری هستید، خداحافظ شما. بد نیست بدانید که در روز اول و دوم تخریب کنندگان آگاه و ناآگاه این کنفرانس فرصت بهره‌مند شدن از خیلی دیدگاه‌ها را از دست دادند. البته در آن طرف هم خانم شهلا لاهیجی ناشر کتاب که هنوز نیاموخته بود برای احترام به تماشاچی نباید با آدامس و آب نبات وارد گود بحث و جدل شود، خودش عامل این شد که فضای کنفرانس به یک شو نمایشی تبدیل شود و ارزش گفتار اصلاح طلبان نزول کند. برای یک لحظه گوش کنند، یک لحظه، یک لحظه. یک لحظه گوش کنید. ما 20 ساله در ایران برای آزادی مبارزه می کنیم. ما 20 ساله در ایران برای آزادی بیان و اندیشه کشته می دیم. ما 20 ساله در ایران برای احقاق حقوق مردم می جنگیم و شما که بعد از 20 سال و شما که بعد از 20 سال این امکان پیش آورده شده که با جهان گفتگو کنیم و این امکانات رو به جهان اطلاع بدیم مانعش میشید. آقایون گوش کنید، آقایون خانم‌ها یک لحظه گوش کنید. البته باید در نظر بگیرید که در اولین جلسه کنفرانس همیشه سعی بر این بود که سخنان چهره‌های از ایران آمده عرضه شود، سخنانی که دلایل برگزاری این کنفرانس را نمایندگی می‌کرد.
آقای کردوانی جزو اولین سخنرانان آغازگر کنفرانس بود و چه خوب کرد که پس از پایان کنفرانس به ایران باز نگشت تا به سرنوشت دیگران دچار شود. در آن موقع من تلفنی کار او را ستودم، چون اقامت در کشور سوسیال دموکرات آلمان را بهتر از بازگشت و اسیر دشقیمان حکومت ملایان شدن می دانم. خب قبل از هر چیز من سلام عرض می کنم خدمت تمام دوستانی که در اینجا هستند و من خیلی خوشبختم که بعد از سالها در واقع باز به برلین برگشتم، چون یک زمانی هم جزء جنبش اپوزیسیون ایران در زمان شاه، جزء فعالین جنبش دانشجویی کنفدراسیون بودم. الانم در واقع همون حال و هوا رو بعضی جاها میبینم و در نتیجه برام زیاد تعجب آور نیست. انتخابات مجلس ششم در یکی از حادترین و تعیین کننده ترین لحظه های تاریخ معاصر ما برگزار شده. جنبش اصلاح طلبانه امروز مردم ایران چه از منظر دامنه و گستردگیش و چه از منظر محتوا و چالش های درونیش در تاریخ ایران بی نظیره. این جنبش رو باید در چهار پارامتر جستجو کرد. یک، بستر تاریخی جنبش سیاسی دوران معاصر ایران در 100 سال اخیر. دو، مدرنیزاسیون 100 ساله ایران. سه، تغییرات شگرف و بنیادی ساختاری در جامعه ایران در 20 سال اخیر. چهار، حرکت جریان روشنفکری ایران، ام از لایک ام از دینی. انتخابات مجلس ششم و نتیجه اون آینه تمام نمای تمایلات، تناقضات، پیچیدگی ها، نارسایی ها، نقاط قوت و چالش های جدی درونی جنبش اصلاح طلبانه ایران در وضعیت فعلی است. انتخابات مجلس ششم به رغم کنار گذاشته شدن بخش عظیمی از نیروهای اجتماعی طرفدار اصلاح و تحول، دو چیز رو نشون داد. یک، مردم ایران آشکارا نوع شیوه حکومتی 20 ساله‌ای که تا به امروز انجام شده از خود نمی‌دانند و آن را بر نمی‌تابند. دو، آشکارا طرفدار آزادی و تحول اساسی و ساختاری در شیوه حکومتند. اگر بخواهیم با حرکت از انتخابات مجلس ششم از به چشم انداز ایران نگاه بکنیم، حقیقت اینه که این جنبش پیش از انتخابات دوران هفتم ریاست جمهوری شروع شده و آقای خاتمی در واقع این جنبش رو به وجود نیاورده، بلکه در واقع ایشون معلول جنبشی بوده که پیش از این در واقع در ایران وجود داشته. و این انتخابات و این جنبش در واقع قدم به قدم تمام مهر خودش رو بر کل سیمای جامعه ما زده و این جنبش باید دقیق گفت که بسیار فراتر از توان و قابلیت چهره‌های شاخص ملی، نهادهای رسمی و نیمه رسمی ایران است. سوالی که مطرحه این است که خب آینده چه خواهد شد؟ این نه برای شما، برای تک تک ماها، در واقع مایی که در بطن جامعه زندگی میکنیم و به اندازه توان خودمون و امکاناتمون و قابلیت هامون در واقع سهمی در این جنبش داریم، برای خود ما هم روشن نیست. چیزی که در واقع برای ما اساسه این روند دموکراتیزاسیونی است که در جامعه داره اتفاق میافته. این مهمترین مسئله است که در واقع در جنبش مردم این روند دموکراتیزاسیون داره انجام میافته. در مورد آینده این جنبش من از یک باید ها و نباید ها صحبت می کنم، اما ها اگر هایی میگم این رو باید حکم تعبیر نفرمایید، بلکه فرضیه هایی است و راهبردهایی است که در حقیقت عرضه می کنم. جنبش ایران از یک طرف از طرف نیروهای استبدادی و مخالف آزادی شدیداً تهدید میشه. من تصورم اینه که در خارج واقعا اونگونه که باید لمس بشه این خطر نیروهای ارتجایی و واپسگرا حس نمیشه.
تصورم اینه. و از طرفی دیگر مشکلات درونی که در درون خود جنبش اصلاح طلبی و به ویژه اصلاح طلبان درون حکومت وجود داره. اگر اصلاح طلبان امروز نتوانند واقعیت حرکت مردم رو درک بکنن، نبضش رو در واقع پیدا بکنن، و تاکید میکنم اگر نتوانند یک پروژه سیاسی ارائه بکنن برای شرایط فعلی، پروژه سیاسی که در قد و قواره این حرکت رو به رشته، بیشک اگر این کار رو اصلاح طلبان نکنن، بیشک ما یک بار دیگه دوباره اون چرخه تاریخی اون میشیم، یعنی چرخه استبداد انقلاب، یا جامعه و حکومت از درون در واقع کوسیده خواهد شد. نظر بنده اینه که ما در سه حوزه اگر بتونیم در آینده فعالیت بکنیم و فعالیت اون رو تو این سه حوزه در واقع جنبش اصلاح طلبی حرکت بکنه، به یک جای قابل اعتنا در واقع در این حرکت خواهیم رسید. حوزه در واقع حوزه اول حوزه روشنفکری ایرانی. در ایران امروز ما جریانات مختلف روشنفکری و روشنگری، اما از مطبوعات، اما از لایکا، اما از در واقع روشنفکران دینی، اینها نقش اساسی و کلیدی در تحول جامعه ایران دارن. اما این جنبش به رغم تمام صلاحیت‌ها و اعتباراتی که داره، از تناقضات و اشکالات ساختاری گاه مهمی برخورداره که در واقع این رو باید بهش توجه بکنه و رفع بکنه. وظیفه امروز روشنفکری ایران در این جنبش به پرسش گرفتن سنت خودشه، نهادینه کردن نقد و گسترشش در حوزه عمومی، و رواج دادن خرد به عنوان شالوده نظام فکری جامعه است. خطری که امروز بخشی از جریان روشنفکری رو تهدید میکنه، طرفداری از نوعی دموکراسی نخبه گرایانه است که در واقع به دموکراسی نخبه گرایان یعنی خودمون ها منجر میشه. همچنین پیروی از تفکر ضد دموکراتیک خودی و غیر خودی، در واقع این یکی از مشکلاتی است که در بخشی از این جنبش اصلاح طلبی وجود داره. ولی یک نکته بسیار مهمی که من فکر میکنم بازم در این مورد در خارج از کشور شاید حساسیت وجود نداشته باشه، همکاری، همراهی به رغم تمام اشکالاتی که وجود داره بین روشنفکران لایق و روشنفکران دینی در ایرانه، و این تو تاریخ ایران ما حتی در دوران مشروطیت که این همکاری به نوعی وجود داشت، در تاریخ ایران چنین وضعیت رو ما نمی‌بینیم، و این رو باید دقت جدن دوستان ما در خارج به عنوان کسی که سالها تو این جنبش بوده دقت بکنه. در موضع دوم، مسئله دولته. دیوان سالاری ما یک دیوان سالاری کهنه و ناکارآمده که یک سابقه 100 ساله است. من بدون اینکه بخوام در واقع مشکلات آقای خاتمی و این که اصولا در قانون اساسی ما اختیارات چندانی رو نداره این رو کتمان بکنم، حقیقت اینه که دولت باید اگر به عنوان یک دولت اصلاح طلب میخواد عمل بکنه، علاوه بر چاره‌یابی برای معضلات اقتصادی، باید به طور جدی در ساختار اداری و مدیریتی کشور یک بازسازی واقعی انجام بده و به طور جدی از جنبش اصلاحات در واقع دفاع بکنه. حوزه سوم مجلسه. حقیقت اینه که در ایران امروز دوره مشارکت پوپولیستی، شناور و در واقع فاقد سازمان که در جهت تحکیم و تایید یک حکومت و بنا به خواست رهبران سیاسی انجام می شده، دیگه در ایران امروز این دوران به سر آمده و ناکارآمدیشون مردم در واقع حرکت خودشون نشون دادن. امروز مشارکت مردم تنها و تنها در جهت توسعه سیاسی و آزادی خانه مفهوم پیدا میکنه. از همین رو اگر مجلس بتوانه در واقع در راه تحقق به وجود آوردن نهادهای مدنی و سیاسی به شکل مختلف در قالب حزب و سازمان ها در واقع اراده جدی نشون بده و مهمترین وظیفه خودش در واقع دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی ایران رو انجام بده، میشه در واقع امیدوار بود که راه برای معقول کردن روابط ما با کشورهای جهان و گشایش اقتصادی و بیرون رفتن از بحران موجود وجود داره. ما به خوبی آگاه هستیم، من با این جمله تمام میکنم، ما به خوبی آگاه هستیم که در جامعه دوران گذار ما
یعنی دوران ورود از سنت به مدرنیته. بحران بخش تفکیک ناپذیر جامعه ماست، به خصوص زمانی که کلیه قشرا و طبقات اجتماعی به نوعی فعال در این دوران گذار درگیر شدن و لایه‌های سنتی جامعه در هرم قدرت جایگاه ویژه‌ای دارند. و همچنین ما می‌دانیم که تا رسیدن به ساختار دموکراتیک هنوز خیلی فاصله داریم، اما برای ما مهم روند دموکراتیزاسیون است که امروز در جامعه ما با فراز و نشیب‌های فراوان و مخاطرات رو فراوان رو به گسترشه و در تمام مجادلات فکری امروز تمام کوشش ما روشن کردن مختصات این روند دموکراتیزاسیون. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت حضاران محترم و با تشکر از مسئولین برگزاری این جلسه که در جهت نزدیک کردن دیدگاه‌های ایرانیان و آلمانی‌ها تلاش کردند. من مقدمتاً در رابطه با موضوع مورد بحث چند نکته‌ای رو خدمتتون اشاره می‌کنم و بعد وارد بحث مورد نظر میشم. نکته اول این که روابط ایران و آلمان روابط سابقه دار و دیرینه‌ای هستش. تقریبا میشه گفت حدود 500 سال سابقه تاریخی در روابط ایران و آلمان ما شاهدش هستیم. نکته دوم این که مجموعه ای از مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شکل داده به روابط ایران و آلمان در طی ادوار و سده‌های گذشته. نکته سوم این که با توجه به اینکه آلمانی ها در ایران سابقه استعماری نداشتن، نگرش ایرانی ها کلن نسبت به آلمان مثبت بوده و منفی نبوده در قیاس با خیلی از کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگری که این سابقه سوء رو در بین اصحان ایرانیان داشتن. نکته چهارم این که به دلیل وجود تفاهم ضمنی یا نزدیک بودن دیدگاه‌ها در مورد بعضی از مسائل منطقه‌ای و جهانی میتونیم اشاره کنیم که این موارد میتونه موجب گسترش در حقیقت روابط و مناسبات بین دو کشور در زمینه‌های مختلف باشه و نهایتاً ظرفیت‌های مختلف شناخته شده و شناخته ناشده‌ای که در روابط ایران و آلمان وجود داره، من فکر می‌کنم میتونه موجب نزدیکی بیشتر روابط بین ایران و آلمان باشه. با توجه به این مقدمه که خدمتتون گفتم، به نظرم میاد در سه عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میتونیم روابط ایران و آلمان رو مورد ارزیابی قرار بدیم. حوزه اولی که من بهش اشاره میکنم حوزه روابط سیاسی هستش. به نظر میرسه که روابط سیاسی ایران و آلمان طی 21 سال گذشته علارغم فراز و نشیب‌های قابل توجهی که داشته، افتخیزهایی که داشته، در قیاس با خیلی از کشورهای اروپای دیگه از استحکام بیشتری برخوردار بوده، ولیکن به دلیل اینکه یک بنیان ثابت و استواری نداشته، بعضن به دلیل بعضی از حوادث کوچک یا فشار بعضی از گروه‌ها یا دولت‌های ثالث متأثر شده این روابط سیاسی، که من فکر میکنم که اگر این بنیان ثابت یا استوار رو در روابط خودمون بین ایران و آلمان ما بتونیم این رو پایه‌ریزی کنیم و ساماندهی بدیم، میتونیم از فشار خیلی از این گروه های ثالث یا کشورهایی که متضرر میشن از بهبود روابط سازنده بین ایران و آلمان جلوگیری کنیم. نکته‌ای که باید توجه داشت این که با توجه به این که مباحث و مسائل و حوزه اقتصادی و فرهنگی بعضاً متأثر از عوامل سیاسی بوده، لازم هستش که دو کشور در صدد بر بیان که یک فضای سازنده‌ای در روابط خودشون سامان بدن و پیریزی کنن، که من معتقد هستم که این فضای سازنده و سالم برگزار نمیشه، برقرار نمیشه، مگر اینکه دو طرف سعی کنن واقعیت‌های طرف مقابل رو شناسایی کنن و با احترام به حساسیت‌های طرف مقابل در جهت ایجاد اعتماد متقابل و احترام متقابل تلاش کنن. اون مباحثی که در حقیقت سخنران اول هم به اونها اشاره داشتن. افتخیزهایی که روابط ایران و آلمان در بعد سیاسی طی سال‌های گذشته داشته، بعضن میتونه نشونگر این مسئله باشه که تا حدود زیادی این شناخت متقابل نسبت به واقعیت‌های موجود
کشور ما در بین آلمانی ها یا پدید نیامده بوده یا کمتر پدید اومده بوده و در حقیقت میتونیم اشاره کنیم که فضای منافع بلند مدت دو کشور شاید تحت شعاع بسیاری از مسائل ناچیز دیگر قرار گرفتن. من البته در صدد نیستم که در این فرصت کوتاه و این فضای مثبتی که پدید آمده با طرح بعضی از مباحث، مشکلات یا اشتباهات گذشته دو طرف سعی کنم این فضا رو تلخ کنم، چرا که بر این باور هستم که کسانی که وقت خودشون رو صرف کشاکش بین حال و گذشته میکنن در حقیقت آینده رو از دست میدن. بنابراین معتقد هستم که لازم هستش که طرفین سعی کنن که با نگاه در حقیقت مثبت نسبت به آینده در صدد شناخت ظرفیت‌های موجود در روابط خودشون بر بیان و با خصوصا آلمانی‌ها به جای اینکه سعی کنن در حقیقت خواست‌های خودشون رو تحمیل کنن بر واقعیات موجود، واقعیات سیاسی ایران امروز رو بیشتر در صدد شناساییش بر بیان. من در حیطه مسائل سیاسی به نظرم میاد که لازم هستش که دوستان آلمانیمون چند مسئله رو مورد توجه قرار بدن در رابطه با ایران تا شناختشون همه‌جانبه‌تر و جامع‌تر باشه. نکته اول که همونجوری که مسئول وزارت خارجه معاون محترم مطرح کردن، نکته که بعد مورد توجه قرار بدیم جایگاه منحصر به فرد ژئوپلیتیکی و ژئوکونومیکی که ایران هستش در منطقه هم خاورمیانه، هم خلیج فارس و هم آسیای میانه که در حقیقت این نقش قابل ملاحظه ایران میتونه سرپل همکاری‌های قابل ملاحظه‌ای باشه در روابط بین ایران و آلمان و خصوصا با توجه به اینکه اگر در نظر بگیریم در اون منطقه بی‌ثبات و ناآرام منطقه ایران تنها کشور با ثبات میتونه محسوب بشه و تا به حال ثبات و آرامش خودش رو در ابعاد مختلف نشون داده. بنابراین نکته اولی که لازم هستش که هر تحلیلگر مسائل ایرانی مورد توجه قرار بده اهمیت این جایگاه در حقیقت سیاسی جغرافیایی ایران هستش. در سومین روز کنفرانس که قدری آرامش تولید شده بود و فرصت گفتگو به وجود آمد، پس از اینکه اکبر گنجی متهم به جنایت شد، شاهد دیدگاه دیگری شدیم که قشر گسترده ایرانیان غربت گزیده را نمایندگی می کنند. پاسدار بودین و من نمیدونم چقدر جنایت کردین. اول بدید دم دادگاه جواب بدید بعد اینجا بیا. میخوام یه چیز دیگری بگم غیر از این حرفایی که تا حالا شما از طرف مردم در اینجا شنیدید. اکثریت ایرانیانی که در خارج از کشور هستن طرفدار هستن که روند اصلاحات در ایران پیش بره، جامعه آرامش به خودش بگیره، ما بتونیم با همدیگه گفتگو بکنیم. مسئله مذهبی و غیر مذهبی اصلا نیست، ما هممون مردم یک مملکت هستیم. من به شجاعت اجازه بدید من حرفمو بزنم، یک ساعت حرفای شما رو ما گوش دادیم. من به شجاعت آقای گنجی و آقای یوسف اشکوری با این که من خودم رو لایق میدونم ولی خودم رو به شما نزدیکتر احساس میکنم تا به بسیاری از ایرانیان لایق خارج از کشور که با دموکراسی هیچ موافقتی ندارن و میخوان که روند دموکراسی در ایران رو از بین ببرن، ما به شما احساس نزدیکی میکنیم. ما برای شجاعت شما آفرین میگیم. گذشته شما با این اعمالی که انجام دادید و ما فکر میکنیم که من اون روزی که آقای حجاریان رو در ایران ترور کردن بسیاری از ایرانی های خارج از کشور ناراحت بودن و خود من شخصا ناراحت بودم و اینطور نیستش که شما فکر بکنید با شانتاج یک عده از میدان به در برید. ما یک ملت قدیمی و متمدن هستیم و امروز میبایستی در مقابل این آلمانی ها تمدن از خودمون نشون میدادیم. ما قدیمی تر از این آلمانی ها هستیم ولی امروز هیچ تمدنی از خودمون نشون ندادیم. اونچه که ما امروز نشون دادیم یک گوشه از بربریته و این اصلا درست نیست. دوست محترم صحبتتون رو قطع کنید. بله، من فقط میخواستم بگم که
اکثریت مردم نه فقط در ایران بلکه در خارج از کشور به روند اصلاحات متکی هستند و مسئله هم اصلا مذهبی و غیر مذهبی نیست بلکه فقط آزادیه. Das ist ein eindeutiges Votum. به هر حال این گروه مخرب اقلیت ناچیزی از کوچ کنندگان ناآرام هستند که نقشی هم در آینده ایران نخواهند داشت، زیرا ایران آینده را سیاسیون، متفکرین تاریخ شناس، جامعه شناس و فرهنگ سازانی می سازند که با ابزار دموکراسی و حقوق بشر سر و کار دارند، نه با هوچیگری و هنجر پاره کردن. خیلی از ما در طی این 35 سال همیشه سعی کردیم دیالوگ سازنده‌ای بین ایرانیان غربت گزیده و هموطنان داخل کشور برقرار کنیم. در غیر این صورت باید در انتظار گپی بسیار بزرگتر از آنچه که تا کنون به وجود آمده باشیم. واقعیتیست بله. سابقه کاری که از شما رو سریفون داشت میبرد باز پایین. محیط ایران محیط متفاوتیست. برای من جذابیتش در اینه که شما تونستید اون قشر وسیع ایرانی رو مجذوب افکار خودتون بکنید. یعنی اگر تشخیص دادید که جامعه ایران امروز مشاور لازم داره، اون رو به این ترتیب مطرح کردید، میبینید که استقبال میشه. من فکر میکنم مردم هم تاثیر بگذاره. بله خیلی تاثیر میذاره و حتی مثلا بذارید اینطوری براتون بگم، آقای لیمونادی، من عاشق ایجاد رابطه با مردمم و اصلا فیلم میسازم برای اینکه چالش توی جامعه ایجاد بشه، چون معتقدم که تو این چالش ها، تو این بحث هاست که ما یه پله بالاتر میریم به لحاظ فرهنگی. 4 میلیون مهاجر ایرانی. این کاری رو که کردم نامشو فرار گذاشت. کوچه بزرگ ایرانیان. پس من یه موجود بی خانه هستم. آقای گنجی، من نمیدونم چقدر جنایت کردی. ذوق نزن که بچت اوکی اوکی بزن. من الانم در شرایط ترور زندگی میکنم. همون روز من استعفا دادم. از اون جهنم حکومت اسلامی نجات بده. بعد از این طلبه ها بعد از انقلاب اعدام شدن. منو توی گونی بکنن، آویزون کنن، با کاب بزنن. هیچ وقت کشور بیگانه وطن آدم نمیشه. از هر 4 نفر آواره یکیش ایرانی است. این 4 میلیون آینده ساز ایران خواهند شد. در هفته آینده دیدگاه افراد تماشاچی و شرکت کننده در این کنفرانس را شاهد خواهید بود. با ما باشید، چون ما هم با شما هستیم. و سپاس فراوان از ایمیل های محبت آمیز شما. تا هفته آینده. وقتی من میگم من دموکراسی میخوام، وقتی میگم کار، نان، آزادی، حکومت شورایی، حتی شورا اونها شورای من نیست، من دموکراسم. وقتی اینو میگم حکومت شورایی یعنی چی؟ یعنی که هر حزبی، هر گروهی، هر فرقه حق صحبت داره. باید اینطور باشه. و اینجا اینا اومدن یه کاری کردن به دولت آلمان، اینا ثابت کردن که آخونده حق دارن آقا ما رو بکشن، آخونده حق دارن پدر ما رو در بیارن، چون ما حرف نمیفهمیم، چون ما هرج و مرج طلبیم، چون ما نعره میزنیم جایی که نماینده ما حرف بزنه. یعنی چی این کارا؟ خجالت بکشین از خون اون بچه‌ای که داره شکنجه میشه، اونی که کور شده تو زندان، خجالت بکشین از من، خجالت بکشین که دوم ریاضی ولکن اومدم اینجا پناهنده شدم، خجالت بکشین. بچه های ما هیچ حزبی دانشجو رو بلند نکرد. دانشجو فریاد مردمی بودن که زیر آب داشتن خفشون میکردن، فقط اومدن برای خدا نفس گرفتن. همین این فریاد دانشجوی ما بود که خفه کردن، به خاطر همین بیشعوری مردم ایران، بیشعوری سیاسی، به خاطر اینکه معنی دموکراسی نمیفهمی. فقط که الله اکبر دموکراسی، دموکراسی چی هست؟ بیاد معنی کن دموکراسی به من. دموکراسی یعنی آزادی احزاب، آزادی اندیشه، آزادی همه چیز. و دانشجو ما به خاطر این کشته شد. اگر اومدی اینجا برای حمایت از دانشجو، بفهم حرف دانشجو چی بود، بفهم دانشجو چی خواست، برای چی کشته شد؟ برای آزادی بیان، آزادی قلم. پس سلام. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا یک روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.